دیگه دی قصه را از نو بنویس. یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کسی نیست. از نردبون آسمون بالا برو ستاره باش، نشون بده که عاشقی، منتظر اشاره باش. خود توی مشکلات این همه دست و پا زدی، قصه نخور مشیعه ای، ما اسم ازم بلدی. غنیمت فرصت آم لحظه ی ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی. غنیمت فرصت آم لحظه ی ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی. سلام بر بانوی یاس، بانوی احساس، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام بر سلام که نام توست ارباب خوبی ها، آقای مهربانی، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر حرم غیرت، سلام بر حرم غیرت، ارباب آب و ادب، آقای وفا، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. سلام بر بانوی صبر و ایثار، زینت آل الله، زینت پدر، بانوی برای تمامی لحظات، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. سلام بر شاهزادگان عالم، فرزندان ارباب خوبی ها، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر حضرت لیلا و شاهزادش، سلام بر حضرت رباب و ماهوارش. سلام بر اولیا و اوصیا، سلام بر فرشتگان مقربین حرم امن عشق، سلام بر حبیبان و یاران در حضور عشق، سلام بر کربلا، سلام بر تربت پاک کربلا، سلام بر شفا، سلام بر بین الحرمین، سلام بر بین الحرمین که خوش جایگاهی دارد میان عشق و مهربانی و وفا. سلام بر زائران آقای مهربانی، آقای امام حسین علیه السلام.
سلام بر زائران آقا امام حسین علیه السلام، سلام بر خادمان آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر آقای منتظر، آقای انتظار، آقای تنهایی. سلام بر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. سر خود بر سر زانو بگذارم تا که من با که بگویم گره افتاده بکارم، من با دیدم که گل من از شاخ جدا شد، دیدم که گل من از شاخ جدا شد. زهرای جوانم، زهرای جوانم، محتاج عصا شد. زهرای جوانم محتاج، ای یار جوانم، مرو زهرا، مرو زهرا، آرامش جانم، مرو زهرا، مرو زهرا، ای یار. تا کی سر خود بر سر زانو بگذارم، تا کی سر خود بر سر زانو بگذارم، من با که بگویم گره افتاده بکارم، من با دیدم که گل من از شاخ جدا شد، دیدم یه چی میخونم که همه تون بفتن، زهرای جوانم محتاج عصا شد، چون ای یار جوانم، مرو زهرا، مرو زهرا، آرامش جانم، از قصه کوچه شده نیلی گل یاسم باز، از قصه کوچه شده نیلی گل یاسم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلامی به وسعت کهکشان، به آبی آسمان، به زلالی چشمه، خدمت شما مهربونها، شمایی که دست زمین افتاده ای رو میگیرید و انسانیت رو تفسیر میکنید. خوش آمدید به مثبت زندگی. اینجا
استدیوی مثبت زندگی، من به همراه همکارانم در خدمت شما بزرگواران هستیم. در کنار بین الحرمین، در کنار حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام، همچنین در کنار حرم و بارگاه آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و نایب و زیاره تک تک شما مهربان ها هستیم. از اینکه ما رو برای دیدن انتخاب کردید و به خانه های گرمتون دعوت کردید سپاسگزاریم. در همین ابتدای برنامه دست بر سینه میذارم، سرخم میکنم به نیابت تک تک شما بزرگواران هر کجای این کره خاکی که هستید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابوالفضل عباس. شما الان زائر آقا امام حسین علیه السلام و همچنین زائر آقا ابوالفضل عباس علیه السلام هستید. زیارتتون قبول باشه. این روزها هنوز روزهای غم و اندوهه، هنوز روزهای تعزیت، تسلیت، گفتن خدمت آقا امام حسین علیه السلام و همچنین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و همچنین آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه. پس ما هم تسلیت و تعزیت خودمون رو خدمت اربابمون ارائه میکنیم. از طرف شما و هر کسی که صدا و تصویر ما رو میبینه و میشنوه، دوستان خوبم، از این که ما رو همراهی میکنید، برامون پیام های عاشقانه، برامون دل نوشته های عاشقانه، برامون درد دل هاتون رو میفرستید، این که دوست دارید در این فضا و در این مکان حضور پیدا کنید، بسیار بسیار لذت بخش و دوست داشتنیه. انشاءالله به همین زودی زود شما رو در این مکان مقدس ببینیم. برای ما به فیسبوکمون سر بزنید، اینستاگرام ما رو فالو بکنید، برنامه هایی رو که ندیدید یا دلتون میخواد ببینید به یوتیوب سر بزنید و ببینید. انشالله که بتونیم با همدیگه ارتباط قوی تری داشته باشیم. ممنونتونیم که عکس هاتون رو برای ما میفرستید، عکس فرزندانتون، عکس خودتون و عکس رفتگان رو، عکس پدران و مادرانی که به رحمت خدا رفتند و برای ما میفرستید، بسیار سپاسگزاریم. ما نیازمند این ارتباط شما هستیم، چرا که اکسیر تمام برنامه ها ارتباط شما بینندگان خوبه. دوستتون داریم، همراه ما باشید. آقای ندیدم، تو تمام اشتیاق کمیل منی، تمام گریه های ندبه من و تمام دلتنگی سماط من هستی. پس پیش از این ما را چشم انتظار و بیقرار مخواه و با آمدنت نور صفا و صداقت و صمیمیت بر دلهای تاریک عالمیان بتابان. ای محبوب دلها، ای محبوب دلها،
تمام هستیم را خاک قدمت می کنم تا شاید نظری به جاده دلم بیندازی، چرا که تو آفتاب یقینی که امید فرداها هستی، تو بهار رویایی که مانند تراوت گل سرخ میمانی، نرم و سبز و لطیفی، تو معنای کلمات آسمانی هستی که دستهایش برای آمدنت به زمین دعا میکند. ای تجسم مهربانی، ای تجسم مهربانی، غیرت آفتاب و جلوه زیبایی ما تو را توصیف می کنند، آب تو را معنی می کند و نبض خورشید تو را وصف می کند. خوب می دانم که تو می آیی، آری تو میایی همانطور که وعده کرده ای، و آنگاه هست که کلمه انتظار را از لغتنامه ها پاک خواهیم کرد. پس ای تمام زیبایی، بیا تا برای همیشه فریادرس عاشقان باشی. فصل عاشقی، دفتر 36. ای سرور و سالار من، ای دلبر و دلدار من، آقای من، آقای من، مولای من، این چشم نابینای من، شاید که بینم روی تو وان آرز نیکوی تو، بازا طبیب روح ما، دستی برار ای نوح ما، آب هلاک از سر شده بر ورطه دریای من، ای سرور و سالار من، ای دلبر و دلدار من، آقای من، آقای من، مولای من، مولای من. خیلی خیلی خوش آمدید به مثبت زندگی. از اینکه همراه ما هستید بسیار خوشحال هستیم.
اینکه در استدیوی مثبت زندگی در خدمت شما بزرگواران هستیم بسیار خوشحالیم. دوستان خوبم، امشب هم دوست خوب نقاش من همراه ما هست و امشب هم عاشقانه هاش رو داره به صورت خط و نقاشی و رنگ بر روی بوم نقاشیش میکشه. من دیدم شما بزرگواران هم حس نقاشی های درونیتون، حرف های عاشقانه درونیتون رو به روی کاغذ میکشید. حالا مخصوصا کودکان خوب ما، دوست داشتنی ما، فرزندان ما، و من دیدم یه چند تا نقاشی فرستاده بودین که من انشالله اگر فرصت بشه امشب حتما این نقاشی ها رو پخش خواهم کرد. باز هم اگر که حس نقاشی به شما دست داد برای ما بفرستید، خوشحال خواهیم شد که نقاشی های شما بزرگواران رو، مال کودکانتون رو، مال خودتون رو، و یه دوست دیگری هم برای ما خط فرستاده بود و حالا انشالله اینا رو نشونتون خواهم داد که به چه شکل شما بزرگواران عاشقانه هاتون رو با ما تقسیم میکنید. بفرستید تا انشالله ترین فضا پخش بشه. اما صحبت های چند شب گذشته ای که در خدمت شما بزرگواران بودیم و ایام تعزیت و تسلیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و هست، ما آمدیم و از الگوهای رفتاری صحبت کردیم که بهترین الگویی که میشه برای زندگیمون استفاده بکنیم الگوی رفتاریه. الگوهای مختلفی هست و بهترین حالتش الگوی رفتاریه و این چه الگوی رفتاری بالاتر، زیباتر و بهتر از الگوی رفتاری از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که جان عالمی به فدای یک نگاهشون. خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که آمدیم و چندین بخش کردیم صحبت‌ها و الگوهایی رو که میشه بر زندگی هامون به کار ببریم و گفتیم محبت کردن به فرزندان، همبازی بودن با فرزندان، آگاهی بخشیدن به فرزندان، کار در خانه، شوهرداری و هماهنگی با شوهر و حوصله و صبر در برابر این که آدم در برابر مشکلات، سختی ها و هر آنچه که در زندگی روزمرش اتفاق میفته حوصله و صبر به خرج بده و در آموختن به فرزندان حوصله و صبر به خرج بده تا بتونه بچه ها رو، فرزندان و خانواده رو به تعالی سوق بده، یعنی اینکه به اون پله های مثبت زندگی نزدیک بکنه تا انشالله بتونن در آینده زندگی های خوب، خوشبخت، موفق، زیبا، سبز داشته باشن. پس بیایم ادامه صحبت هامون رو داشته باشیم در خصوص الگوهای رفتاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اما اگر خاطرتون باشه من گفتم براتون میخوام توضیح بدم راجع به یک نکته ای که در مورد تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اما بیایم یک مقدار راجب صحبتایی که کردم فکر بکنیم، برگردیم تا من راجب تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت بکنم. Mother, 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 mother
زندگی بدون مادر زندگی نیست. مسلم همینطوره. کسانی که مادران عزیزشون رو از دست دادند مسلماً متوجه هستند که چه لحظات سخت و جانفرسا و تلخیه. امیدوارم اونایی که مادراشون هستن خدا براشون حفظشون بکنه و سایهشون بالا سر خانوادهشون باشه. آنهایی هم که به رحمت خدا رفتند خداوند روحشون رو قرین رحمت بکنه و با آقا امام حسین علیه السلام، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور بشن انشاءالله. اما خدمت شما بزرگواران عرض بکنم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها مرحوم شیخ صدوق در این مورد یک صحبت جالبی دارن که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به مردی از خاندان بنی سعد فرمود جریانی از زندگی خودم و فاطمه سلام الله علیها را برایت نقل میکنم. فاطمه سلام الله علیها در خانه من زندگی میکرد در حالی که برای رسول خدا صلی الله علیه و آله محبوب ترین افراد خانواده بود. حضرت فاطمه سلام الله علیها با دستانش آرد میکرد به طوری که دستانش تاول میزد. خانه را جارو میکرد و لباسهایش خاکالوده میشد. زیر دیگ آتش روشن میکرد و جامه هایش سیاه میشد و در اثر انجام این کارها بسیار اذیت میشد. من به او گفتم ای کاش نزد پدرت میرفتی و درخواست میکردی خدمتکاری به تو بدهند تا در آنجا کارهای سخت با شما باشند. فاطمه سلام الله علیها نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت. شرم مانع آن شد که کلامی بگوید. صبح روز بعد پیامبر صلی الله علیه و آله نزد ما آمد و فرمود فاطمه سلام الله علیها روز گذشته با پدر چه کاری داشتن؟ من به جای حضرت زهرا سلام الله علیها پاسخ دادم و ماجرا را گفتم. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند آیا به شما یاد ندهم چیزی را که از خدمت کار برایتان بهتر باشد؟ که در اینجا تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها که 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله را فرمودند. حالا نتیجه گیریم، چه نتیجه میخوایم از این داستان بگیریم که خدمت شما بزرگواران عرض کردم؟ خداوند مهربان ارواح مقدس 14 نور مقدس علیهم السلام را آفرید و آنها را در بعد جسمی هم قرار داد تا بشر با آنها انس بگیرد و اینکه چگونه آنها عین الله، لسان الله، مظهر و نماینده الهی هستند. بشر با دیدن اعمال و رفتارشان به خدا نزدیک می شود. مرحله اول معرفت و که ابتدا باید تاریخی زندگیشان، تولد و وفات و شهادتشان و نحوه زندگیشان را بشناسند. این گونه بود ظاهری و بود باطنیشان این است که بدانیم چطور از این الگوها در زندگی عملیمان استفاده کنیم. برای این مهم باید چشم دل را کمی باز کنیم تا لحظه لحظه زندگی ائمه اطهار علیهم السلام که درس است برای ما بهره ببریم. و نکته دیگر این که باید بدانیم هر آنچه مناجات ائمه اطهار علیهم السلام هست یاد بگیریم، چرا که به درد زندگی ها، آینده، لحظات و خوشبختی های ما خواهد خورد. ما اگر که خسته میشیم، لحظاتی هست در زندگی هامون خسته میشیم، لحظاتی هست که ممکنه از کارهای دنیایی خسته بشیم، لحظاتی هست که ممکنه دلمون گرفته بشه، لحظاتی هست که ممکنه دچار یه سری تنهایی ها و دچار یه سری مسائل خودمون بشیم، بهترین راه حلش اینه که دعا کنیم، دعاهای ائمه رو بخوانیم، مخصوصاً تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، چرا که حضرت رسول الله توضیح دادم خدمتتون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد دادن که چگونه میتونی با این تسبیحات گفتن خستگی رو از درونت خارج بکنی
و توان مضاعفی بگیری. امتحانش که ضرری نداره. رجوع بکنیم به صحیفه سجادیه آقا امام سجاد علیه السلام، رجوع بکنیم به مفاتیح الجنان، ببینید که چقدر دعاهای بسیار زیبا و دوست داشتنی توش هست که به ما کمک میکنن، کمک میکنن که آرامش بیشتری پیدا بکنیم، لحظات قشنگتری داشته باشیم و پر باشیم از مثبت‌های زندگی انشاءالله، با توکل به خدای بزرگ و توسل به 14 نور مقدس. دوستان خوبم، نقاشی زیبایی رو که دیدین و این دوست هنرمند من دارن طرح میزنن و با عاشقانه، یعنی خیلی با عشق دارن طراحی میکنند و میکشند و خط میزنند و خط میزنن، برای من این گونه تعریف کرد یا تفسیر کرد که حضرت مریم علیه السلام آمدند خدمت آقا امام حسین علیه السلام برای تسلیت و تعزیت. من از دوستان خوبم میخوام یه بار دیگه این تصویر رو نشون بدن که ببینید بسیار زیبا حضرت مریم سلام الله علیها آمدند خدمت آقا امام حسین علیه السلام برای تسلیت و تعزیت به خاطر شهادت مظلومانه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. بسیار طرح قشنگ و دوست داشتنیه. اما خوبان من، از اینکه همراه ما هستید بسیار خوشحالیم. دوست خوب من، اگر اون نقاشی ها یا اون مطالبی که عکسایی که خدمتون گفتم آماده است رو، بله، این عکسی رو که میبینید یک دوستی برای ما فرستاده، توی خونش اومده یک ماکتی درست کرده و اون دربی که معروف اون گلهای یاس، اون دیوار و اون مصیبتی که در و دیوار به وجود آورد. این دوست خوب ما بسیار خوش‌ذوق توی خونه‌شون مراسم میگیره و گوشه خونه‌شون آمده همچین ماکتی رو درست کرده که این مصیبت رو به کسایی که وارد منزلش میشند اینجوری همدردی بکنه و بسیار هم قشنگ. اگر از این کارا کردید برای ما بفرستید، از این کارهایی که توی خونه هاتون میکنید، مراسم عزاداری میگیرید، مراسم روزه میگیرید و یه وقت یه چیزی هم درست میکنید، سفره ای پهن میکنید، عکساشو برای ما بفرستید، بسیار هم خوشحال میشیم که پخش بکنیم. عکس بعدی رو لطفا نشون بدین دوست خوبم. بله، این دوست خوب ما 10 ساله از فارس اسمشون رو ننوشته بودن که اومدن یک نقاشی کشیدن و نوشته بودن که ما
از نقاشی که این دوست خوب ما نقاشی میکنه به وجد اومدن و شروع کردن به نقاشی کردن. باز هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و در و آتش و دیوار، مصیبتی که گفتنش حقیقتاً دردآور و زجرآوره. خدا حفظ کنه همه فرزندان شیعه ما رو، خدا حفظ کنه پدران و مادران رو که به فرزندانمون یاد میدن، به فرزندانمون این عشق، این لحظات رو یاد میدن، در طول هر حافظه ذهن و تاریخیشون همواره باشه که ما مدیون این خانواده هستیم، مدیون این آل الله هستیم که همواره باید یک جوری ثابت بکنیم که ما دوستتون داریم. لطفاً عکس بعدی رو نشون بده دوست خوبه من. بله، این هم توسط همین خانواده برای ما فرستاده شده که خط خودشون رو خودشون نوشتن و فرستادن. بر حاشیه گلبرگ شقایق بنویسید: گل تاب فشار در و دیوار ندارد، منم گدای فاطمه. محسن اسمش زیرش نوشته، محسن. از همین خانواده‌ای که اون نقاشی رو فرستاده بودن این خط هم فرستاده بودن. از این کارها اگر میکنید برای ما بفرستید، ما پخش میکنیم انشالله که بتونیم خدمتی هرچند کوچک برای شما خوبان انجام بدیم. چند تا کار دیگه هم برای من فرستادن که انشالله به موقعش خدمت شما خوبان نشون خواهم داد. مثلا طرحهایی راجع به مثبت زندگی زدین و نقاشی های دیگری هم فرستادین، انشالله سر موقعش خدمت شما دوستان نشون خواهیم داد. اما بفرمایید بهشت، میخواییم بریم در به بهشت رو باز بکنیم و عاشقانه های شما رو در این فضا و در این مکان پراکنده بکنیم. بریم در به بهشت رو باز بکنیم، دلهای عاشقتون رو پرواز بدید، مهربونی هاتون رو سوار بال کبوترهای دلتون بشین و بیایید در این فضا و در این مکان حضور پیدا بکنید تا لحظاتتون پر باشه از عشق، پر باشه از محبت، پر باشه از مهربانی. بفرمایید بهشت خوش آمدید، بفرمایید لحظات ناب دوست داشتنی، بفرمایید مهربانی، بفرمایید دشت آلها سرزمین عشق خوش آمدید. خدمت شما خوبان عرض کرده بودم روزهای شنبه روز زیارت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و اکثرا خانوم ها مشرف میشن خدمت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. و باز هم تاکید میکنم نه اینکه آقایون نرن، آقایون هم میرن، ولی احترام میکنن، کمتر حضور پیدا میکنن در حرم آقا ابوالفضل عباس. و خانوم ها هر حاجتی دارید، هر دلگفته ای دارید، هر عاشقانه ای دارید، در خدمت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام بگید. همین الان تو دلاتون زمزمه کنید و از آقا بخواید. مطمئن باشید آقا میشنوه، نگفته میدونه. اونایی که فرزند میخواید، اونایی که همسر میخواید، اونایی که میخواین ازدواج بکنید، دم وقت هستید، اونایی که جهازیه میخواید، اونایی که هر آنچه که دلتون میخواد بخواید، از آقا ابوالفضل عباس علیه السلام بخواید. این ارباب آب و ادب، آقای وفا، بهترین گزینه برای گرفتن حاجاتتونه. پس بفرمایید. من چند تا از دلنوشته های شما رو بخونم. یا امام حسین، شب اول قبرم به فریادم برسان، مشکلم رو حل کن. 915-129-18. سلام، این چندمین پیام منه. تو رو خدا سلام منو به آقا برسونید. به خدا آبروم در خطره، شرمنده خانوادم، کسی رو ندارم که دردم رو بگم. شما رو قسم میدم به حضرت فاطمه زهرا پیام منو به آقا بخونید. 935-952 دو شماره آخرش 66. 900 السلام علیک یا امام حسین. یا امام حسین، به دل شکسته حضرت رقیه قسمت میدم، به همه بچه های معصوم سرطانی و پسر خودم علیرضا رو شفای عاجل عنایت بفرما انشاءالله. 939-216-05 سلام بر امام حسین. قسمت میدم به مظلومی امام حسن گره از کارهای همه باز کن، گره از کارهای ما هم باز کن. تو رو خدا مادر و برادرم
چشم فرزندم رو هم شفا بده. التماس دعا یا ابوالفضل 937-802-48 یا حسین یا حسین لبیک یا حسین، نوری که هرگز خاموش نمی شود. حامد محمدی از خوزستان 936-651-65 سلام یا حسین شهید، تو رو به ام المصائب قسم مرا نامید نکن. 937-564-17 یا صاحب الزمان، ازت میخوام سایه پدر مادرم و همسرم از بالای سرم کم نکنی و همیشه خانوادم و بچم رو حفظ کنی و بزرگترین مشکلم رو حل بکنی. 933-737-60 السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا الفضل عباس، آقا جان کمکم بکن. 901-149-01 سلام یا امیر المومنین، انشاءالله در کارهای من موفق باشیم و روزی همه من بشه زیارت شما. 930-328-11 سلام آقای خوبم، دست این گدا رو رد نکن. 933-810-84 السلام علیک یا ابا عبدالله، خیلی دوستت دارم ای مظلوم، حاجت ما رو روا کن. 937-5-65 السلام علیک یا سالار شهیدان، السلام علیک یا ماه بنی هاشم یا شهدای کربلا. 918-328-83 سلام بر آقای مهربانی، آقای امام حسین علیه السلام، سلام بر آقای وفاداری، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. آقای خوبم، دلم خیلی هوای زیارت داره، خیلی هم گرفتارم، همسرم بیکاره، خیلی نیاز به کمک و یاری داریم. آقا جون میشه شما اربابی کنید و به این سائل یه گوشه چشمی بیاندازید؟ 938-049-56 السلام علیک یا ابا عبدالله، ممنونم از برنامه خوبتون، از شما خواهشی دارم، رفتید حرم، سلام ما رو به آقا امام حسین علیه السلام برسونید. 935-557-09 یا مولا تو رو قسم میدم به حرمت مادرت گرفتاریم رو حل کن، به دادم برس. 917-204-81 من از کودکی عاشقت بودم یا حسین، یا حسین جان عباست، گناه کردم ولی تو به بزرگواری خودت حاجتم رو بده. التماس دعا هادی از کرمان 936-376-82 سرورم سلام، امشب خیلی دلم گرفته، کاش با هم حرف میزدی. 915-145-41 سلام آقا جان، قربونت برم، از این دنیا خسته شدم، همه به هم حرف میزنن، زندگیمو درست کن. زهرا 27 ساله از کرج 930-584-33 یا امام حسین سلام، دوستت دارم، گرفتارم، شوهرم واقعا مریضه، کمکش کن، نجاتش بده. 933-986-37 السلام علیکم یا ابا عبدالله، آقا میگم که تو زندگیم زیاد دوچار گناه شدم، خودم از سر تقصیراتم، خدا از سر تقصیراتم بگذره. یا ابا عبدالله قسمت میدم که ما رو رها نکن و بطلب. 334-4 سلام یا آقا امام حسین، من خیلی مشکل دارم، از مجری برنامه میخوام برام دعا کنه. حسن هستم از رشت 936-878 خدایا با پروردگارا قسمت میدم به آبروی آقا امام حسین، به حرمت آقا ابوالفضل عباس، من روسیای کمترین درخواست میکنم از شما، طرف همه اون کسانی که دارن صدا و تصویر ما رو میبینن، درخواست میکنم از شما که همه رو حاجت روا بکنید، همه اون کسانی که چشمشون، دلشون، دستشون همش به شماست، به رو به شماست. آقای من توی این روزهای آخر سال شمسی میدونم خیلی ها گرفتارن، خیلی ها حاجت دارن، خیلی ها مشکلات دارن، کمکشون کن یا ارباب، ای مهربان مولا، همه نیازمندار و یاری کن، بی کسار و غریبار و آقای من مهربان شما فراوانه،
سفره کرم شما پهنه، محبت میکنید، بزرگواری میکنید، دستتون رو سر همه ما بکشید، بکشید. یاسم میان برنامه این هست از مثبت‌های زندگی شما ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستم. خیلی خوش آمدید. من یه بار دیگه به نیابت از همه شما خوبان دست بر سینه میذارم و سلام میدم که همین الان ظاهر آقا امام حسین علیه السلام بشید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا الفضل عباس. زیارتتون قبول باشه. پیر غلام امشب رو هم با هم ببینیم. بله، جوان غلام آقا امام حسین، خادم الحسین علیه السلام، مرحوم حاج محمود ذوالفقاری، خداوند روحش رو قرین رحمت و مهربانی خودش بکنه و همچنین قرین رحمت و مهربانی آقا امام حسین علیه السلام بکنه. برای ما بفرستید، عکس خادمین رو بفرستید، عکس پیر غلام هاتون رو بفرستید که انشالله پخش بشه. 917-650 دو شماره آخرش 23 برای ما اینگونه نوشتن: سلام بر حسین یا ابوالفضل عباس، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. و دوست دیگری برای ما 935-804-17 خدمتون عرض بکنم این گونه برای ما نوشتن: خدایا تو را به حق ابوالفضل، تو را به حق حسین، مرا کربلایی کن و بعد با من هرچه خواهی کن. وسط کربلا به دلم مگذار، اللهم عجل لولی کل فرج. چند تا پیغام دیگه هم فرستادن، انشالله که بتونیم در روزهای دیگر بخونیم. 930-807-02 برای ما پیغام گذاشتن، یعنی عکس فرستادن. 917-907-36 مدیون حسینم، مجنون ابوالفضل، امام مهربانم، دستم را از دستانت رها مکن. انشالله همینطوره. 901-279-94 لبیک یا حسین. 918-907-59 این گونه برامون نوشتن: نیستم لایق که کنم مدح و ثنایت یا ابوالفضل، از ازل مدح تو را گفته خدایت یا ابوالفضل. التماس دعا داشتن، شفا سلام، التماس دعا از شما، تقاضا دارم به نیابت از گرفتاری هامون رو به حرم سلام بدین و عرض ادب بکنید. چشم، حتما. 919-280-72 935-862-53 902-292 305-871-76 938-753 دو شماره آخرش 91. این شماره که خدمت شما بزرگواران عرض کردم همون بزرگواریه که راجب فرزندش صحبت کرده بود، که بعد از اون کلیپی که نشون دادیم، اون گزارشی که از حضرت شریفه بنت الحسن علیه السلام براتون پخش کردیم، اینجوری هم نوشتن: یا علی گفتم و عشق آغاز شد، یا علی گفتم و درها باز شد.
937-825 دو شماره آخر 86 921-535-26 912-525-54 انشالله که مطالب شما دوستان خوب حقیقتا تعدادش بسیار زیاده، مطالب ارزشمند و قشنگی هم برای ما میفرستید. تمام تلاش هم میکنم که مطالب شما رو بازگو بکنیم انشالله که بتونیم وقت بیشتری بگیریم از پخش که بتونیم در خدمت شما بزرگواران باشیم. از اینکه ما را همراهی کردید، مهمان خانه های گرم خودتون کردید، بسیار سپاسگزاریم. دعاتون میکنیم، دعامون کنید. یا علی مدد. ما اسم ازم بلدی غنیمت فرصت آم لحظه ناب بندگی با قصه ها کنار بیا مثبت خیلی زندگی غنیمت فرصت آم لحظه ناب بندگی با قصه ها کنار بیا مثبت خیلی زندگی